پزشکیان در نشست خبری با خبرنگاران صحبتهایی رو در مورد ارتباط ایران با چین و نقشش در جنگ با اوکراین انجام داد و همینطور صحبتهایی رو در مورد تاریخ دقیق انتقام سخت و گرفتن انتقام خون اسماعیل هنیه انجام دادش. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. اما پزشکیان در پاسخ به چند خبرنگار خارجی در مورد رویکرد ایران در منطقه و اینکه نقشش توی جنگ غزه و اسرائیل چیه صحبتهایی رو انجام داد. همینطور در مورد ماجرای دخالت ایران در جنگ روسیه و اوکراین و کمک‌های نظامی و اقتصادی که به روسیه داشته هم صحبتهایی رو انجام داد. اون در قسمتی از صحبتاش هم گفتش که با کشورهای منطقه و همسایگانمون به خصوص همسایه‌های مسلمون می‌خوایم روابطمون رو قوی‌تر بکنیم. با کشورهایی که سال‌هاست ارتباط نداریم مثل مصر و اردن حتما روابطمون رو از سر می‌گیریم و اونایی که سفارتخونه‌هاشون غیر فعال شده و بسته است دوباره سفارتخونه‌ها رو بازگشایی می‌کنیم. پزشکیان توی قسمتی از صحبتاش گفت ما از خودمونه که با مصر ارتباطمون رو قوی‌تر بکنیم. و ارتباطاتی هم گرفتیم و امیدواریم که این اتفاق هرچه زودتر بیفته. کشور برادر، دوست و مسلمانون مصر، ما که از خدا میخواییم با هم رابطه داشته باشیم. در نتیجه در اولین فرصت ممکن با مسئولین و وزرا و ریاست جمهور ارتباط برقرار میکنیم، انشالله گفتگو میکنیم. من در اول صحبت هم گفتم ما مسلمان ها با هم برادریم. اینو واقعا از ته قلبم میگم، نه اینکه بخوام شعار بدم. پزشکیان همینطور توی قسمتی از صحبتاش گفتش که ما اصلا قصد این رو نداریم که سلاح هسته‌ای داشته باشیم یا بخوایم جنگی رو شروع بکنیم، ولی خب وقتی کشورهایی مثل اسرائیل به خاک ما حمله میکنن ما مجبوریم از خودمون دفاع بکنیم. ما توی تاریخ هیچ وقت شروع کننده جنگی نبودیم، ولی قطعا اونجوری هم نیستش که اگه به ما حمله بکنن سکوت بکنیم و پاسخی ندیم. توی قضیه اسماعیل هنیه هم ما خیلی خویشتنداری کردیم، ولی خب پاسخ حق ماست و هر وقت که صلاح بدونیم پاسخ جنایت و تروری که توی خاک ما اتفاق افتاد رو خواهیم داد. هسته‌ای نیستیم، ولی حاضر نیستیم به ما زور بگن، حاضر نیستیم اسرائیلی رو اینجا جلوی ما بذارن تا دندان مسلحش بکنن و هر وقت خواستیم حرف بزنن مثل لولو خورخوره اونو بگن میزنه ها، بی خود بکنه بزنه، ما میزنیم. شکر جزیل لکم فخمت الرئیس زینب عبدالجبار من قناه العالم. پزشکیان در قسمت دیگه ای از صحبتش هم در پاسخ به خبرنگار خارجی در مورد ارتباطش با کشور روسیه و همینطور کمک های نظامی و مالی که برای روسیه توی جنگ اوکراین انجام داد صحبت هایی رو انجام داد و گفتش که ما ارتباطمون با چین و روسیه همیشه دوستانه بوده. الان هم توی شرایط فعلی کل آمریکا و اروپا ما رو تحریم کردن. تنها کسی که پشتیبان ما بود و از ما حمایت کرد همین چین و روسیه بود. بس ما هم قدردانش خواهیم بود. در مورد کمک های نظامی و اقتصادی به روسیه توی جنگ اوکراین هم من حداقل میتونم برای خودم بگم که از تایمی که من اومدم هیچ کمک نظامی یا مادی به روسیه نشده و ما همیشه خواستار پایان یافتن تمام جنگ ها هستیم. ولی خب از طرفی هم میدونم که ناتو و اروپا توی حمله به روسیه بین تأثیر نبوده. از طرف دیگه روسیه هم برای اینکه بخواد با ناتو جنگ بکنه وارد اوکراین شده و این جنگ شکل گرفته. ولی خب ما میتونیم بگیم که حداقل در زمان دولت ما هیچ کمکی به روسیه نشده. اینکه دو دولت قبلی چه اتفاقی افتاده رو اصلا در جریانش نیست. ما و روسیه بالاخره با هم داریم تبادل میکنیم، کار میکنیم. اونا ما رو تحریم کردن، اینا ما رو کمک کردن. خب طبیعتا ما یه ارتباطاتی با این عزیزان داریم. در گذشته اینکه احتمال اینکه با هم رد و بدل کرده باشن، یه کاری کرده باشن، من اصلا وارد اونجا نمیشم. احتمالم داره برای اینکه من ای وجود نداشته یه چنین کارهایی بکنم. یه بحث اینه که اصلا روسیه و اوکراین چرا افتادن به جون همدیگه، چرا دارن دعوا میکنن، این یه بحثه. اما اون چی که با قاطعیت میشه گفت، از اون موقعی که ما اومدیم چیزی ما به اونا ندادیم که اینا بیان بگن ما رو ما اومدیم میگیم آقا با هم صلح کنیم، دعوا نکنیم، اونا ما رو میخوان به اصطلاح تحریم بکنن.
خب اگه با تحریم شروع بکنم ما چجوری ما اینو بشینیم؟ ما در گفتگوهامون، در مناظراتمون، در داخل کشورمون تمام تلاشمون تو منطقه اینه که باید با هم صلح بکنیم و صلحی که میتونه اجازه بده کشورها توسعه پیدا بکنن. با دعوا هیچ کشوری توسعه پیدا نمیکنه. این نه به نفع ماست، نه به نفع اروپاست، نه به نفع منطقه است، نه به نفع دنیاست. ما نمیخوایم به جنگیم، ما نمیخوایم جنگی رو در منطقه تقویت بکنیم. اونا هستن که دارن این کارو میکنن. پزشکیان در قسمت دیگه ای از صحبتاش هم در مورد کمک های ایران در گروه های نیابتی مثل حماس و حزب الله لبنان و همینطور گروه های یمنی صحبت هایی رو انجام داد و گفتش که ما همیشه خواستار پایان تنش ها و جنگ در منطقه بودیم. اینکه اسرائیل میخواد به ما حمله بکنه و دولت هایی مثل آمریکا و اروپا انتظار دارن ما از خودمون دفاع نکنیم توقع بیجایی هستش، ولی اینجوری هم نیستش که ما کمک های نظامی به گروه های مختلف داشته باشیم. این شایعاتی که میگن مثلا فلان موشک رو که از یمن ارسال شده تکنولوژیش رو ما به اونها دادیم یا خود موشک ها رو ما در اختیار اونها قرار دادیم کاملا دروغ هستش. ما انقدر ارتباطاتمون با یمن راحت نیستش که بخوایم همچین کاری بکنیم. الان یه نفر به صورت انسانی هم بخواد سفر بکنه به یمن یه پروسه خیلی طولانی و چند روزه داره. چطور ما میتونیم به راحتی و یک روزه موشک بفرستیم اونجا و اونها هم به اسرائیل حمله بکنن؟ ما هم با برادران مسلمونمون در این رابطه جلسه گذاشتیم، تلفنی صحبت کردیم، از وزارت خارجه با وزرای خارجه اونا صحبت کردن، با رؤسای جمهور و نخست وزیرهای کشورهای اروپایی بیشترشون صحبت کردیم. اونا هی وعده دادن این هفته داره حل میشه، این هفته هی داره این هفته میشه. وقتی هم میگه خب این هفته حل میشه، یعنی این چیزیست که دارن طولانی میکنن روند قضیه رو. و این نوع برخوردشون، از اون طرف هم اسرائیل راحت داره از این کارهای غیر بشری و نسل کشیشو داره ادامه میده. یه مقدار ما مسلمونا با هم وحدتمون و انسجاممون به اون شدت نی که به اونا یه اولتیماتوم بدیم که حق ندارید طبق قوانین بین الملل این کارو بکنید. یه مقدار رسانه های اونا با افکار و ذهنیت های جامعه دارن بازی میکنن. در ظاهر میگن ما میخوایم صلح بکنیم، ولی در پشت سر اون رو مجهز میکنن که بزنه تا جایی که ممکنه اهدافی رو که دلش میخواد نابود کنه. این مشکل وجود داره و ما هم داریم تلاش میکنیم تا جایی که از دستمون بر بیاد فشار بیاریم که این اتفاق منجر به صلحی بشه و حقوق مردم عزیز غزه بتونن بهش دست پیدا کنن. داریم تلاش میکنیم. جنگ زوره، جنگ قلدرهاست، جنگ آدمهای نسل کشاست، جنگ با آدمهاییست که قیافه های خوبی دارن، حرفای خوب خوب میزنن، دم از حقوق بشر میزنن، دم از انسانیت و نمیدونم حقوق زن و مرد و ملیت و اینا میزنن، خودشون راحت میکشن، نابود میکنن. یه نفر نمیگه این نامرد تو چرا داری این کار میکنی؟ خب رفقا حتما نظراتتون رو راجع به پارت سوم صحبت‌های پزشکیان در نشست خبری با خبرنگاران برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. حتما پارت بعدی رو هم از دست ندید که صحبت‌های پزشکیان در مورد سرگیری رابطه با آمریکا و نشست‌هایی که با مقامات کشور آمریکا قراره که به زودی برگزار بشه. حتما کانال رو ساب کنید و زنگولش رو فعال کنید که ویدیو بعدی رو هم از دست ندید. نظراتتون رو برام کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.